من ملبورن رو سال 92 ساختم و بعد از اون با توجه به حضورهای بین‌المللیش تقریبا یه سال و نیم درگیر سفرهای فستیوالی بودم. تصورم نمی‌کردم اینقدر وقتمو بگیره، ولی واقعیت اینه که یه پروسه کوچیک نوبت گرفتن برای ویزا و نمی‌دونم یهو می‌بینی یه ماه درگیر یه سفر یه هفته میشه. بعد از اون هم حقیقتش یه خورده افتادم به وسواس که فکر میکنم تا حدودیش طبیعی بود، از یه جایی به بعد دیگه نه. و اینجوری شد که تقریبا چهار سال در واقع فاصله افتاد از پایان فیلم تا آغاز در واقع سرخپوست. برای سرخپوست خیلی حقیقتش طول نکشید، یه بازه دو سه ماهه در واقع من دنبال تهیه کننده بودم تا اینکه در نهایت با آقای مطلبی به نتیجه رسیدیم و ایشون فیلم‌ها رو دوست داشتن و خیلی هم زود رفتیم توی در واقع شروع کار پیش تولید. و ولی خب چون فیلم نسبتاً سختی بود یه خورده پیش تولیدش زمان برد. عنوان فیلم برای خود من اینجوریه که بیشتر به نظرم جذب مخاطب مهمه توی عنوان. البته که بایستی عنوان ارتباطی هم خب با داستان داشته باشه دیگه، در غیر این صورت مخاطب یه سرخوردگی داره برای مخاطب که خیلی جالب نیست. یعنی بعضی که فیلم تموم شه نباید این به نظرم نباید این سوال به وجود بیاد که چرا مثلا این اسم چه ربطی داشت به این فیلم. ولی خب نمیتونم توضیح بدم دلیل سرخپوست رو، انتخاب سرخپوست رو برای فیلم، برای اینکه مجبورم قصه رو بگم و بخشش لو میره. اما به نظرم ابهامی به وجود نمیاره بیشتر، و چیزایی که فیدبک هایی هم که گرفتم بیشتر مثبت بوده روی اسم فیلم. یعنی بیشتر گفتن که اسم جذابیه و کنجکاو میشن که بیان فیلم رو ببینن. و احساس میکنم بعد از دیدن فیلم سوالی واقعی نمیمونه که چه ربطی داشت حالا این اسم به این فیلم. به نظرم بعد از دیدنش قانع میشه مخاطب. با اینکه فیلم تو دهه 40 میگذره و شاید این تصور به وجود بیاد که حالا موضوع فیلم یه موضوع سیاسیه، نه هیچ ارتباط در واقع سیاسی نداره. البته که ما در هر برهه و در هر دورانی بالاخره ناگزیریم از اینی که حالا یه در واقع سیاست خواه‌ناخواه هست توی قصه های ما و توی فیلم ها در هر تاریخی. اما این که به صورت مستقیم سرخپوست یک مسئله سیاسی رو خود عنوان کنه و قصه سیاسی باشه، نه به هیچ عنوان نیست. این داستان جز اون حدود تاریخ، حالا نه که اون دهه لزومن، ولی در زمان حال بنا به دلایلی نمیتونست به هیچ عنوان اتفاق بیفته. یعنی الزامات قصه وجود داره رفتن به اون دهه. اما باید این نکته رو بگم که همیشه برای من اون دوران جذاب بود و همیشه دوست داشتم تو اون دوران و تو اون فضا، منظورم حالا اون دوران نه لزوماً دهه 40، منظورم 50 سال عقب‌تر فیلم بسازم و برام جذاب بود. و این بهانه‌ای شد در واقع این قصه که نیاز داشت که بره به گذشته، به خاطر باز میگم منطق روایش و منطق داستان که باز نمیتونم توضیح بدم، برای اینکه اگه توضیح بدم قصه لو میره. بهانه خوبی شد که من این تجربه رو بکنم و تجربه بسیار جذابی هم بود برام. قطعا باورپذیر کردن در واقع هم تمام فاکتورهای فیلم برام خیلی مهم بوده. اما واقعیت اینه که داستان فیلم من به هیچ عنوان برگرفته از این داستان واقعی نیست. تا حدودی که بیننده بپذیره که این قصه داره توی 50 سال پیش اتفاق میفته برام کافی بود. البته که روی تمام جزئیات سعی کردیم که دقت کنیم و مسیر رو درست بریم، اما در نهایت خب به حال یه فیلم مستند نیست این فیلم. اما چیزی که برام مهم بود این بود که تا جایی که امکانش هست به لحاظ فضا به واقعیت نزدیک شیم. یعنی تمام تلاشمون کردیم که اگر کسی که اون دوره رو تجربه کرده و اون فضا رو که حالا توی این فیلم هست فیلم رو ببینه، خیلی نتونه در واقع ایراد بگیره ازش. ببین، معتقدم که همه چیز در اجرا از فیلم نمیاد. یعنی در نهایت همه چی برمیگرده به فیلم نامه و به متن. متن این رو من میگفت که فیلم باید فیلم خوش تصویری باشه و
و در حالی که فیلم قبلی من اتفاقا برعکس این بود و کاملا مسیر متفاوت بود. یعنی توی ملبورن هر آنچه که ما به اتفاقا اگر میخواستیم خیلی فیلم رو خوش تصویر بگیریم شاید اون نتیجه که میخواستیم رو نمیرسیدیم بهش، اما این اینجوری نبود و توی فیلم نامه من موقعی که داشتم مینوشتم، یعنی بعد از اینکه تموم شد به این نتیجه قطعی رسیدم که به قول شما بایستی فیلم خوش تصویری باشه و خودش داشت میگفت دیگه. یعنی بعد اینکه فیلم نامه تموم شد وقتی خودم میخوندم میفهمیدم که خب به هر حال این جنس سینماییه که باید رو پرده هم در واقع به لحاظ بصری هم دلبری کنه و جذاب باشه. آره دی با هم میان دی، اول میز بیاد تو هم از بیرون بیا یه تخت بردار برو با اختلاف با نه اول تو بیا بعدا شاهین میاد. تو این تخت رو برمیداری اون وریه رو میز که رفته میه سمت این رو برمیداری شاهین تو این تخت رو برمیداری آماده؟ خوبا یه تنمون بریم. یعنی بیشتر پشت رو من میام اینجا میایستم از اول ایستادم. قبل ما پلان داریم مثلا زمان خالی رو داریم، سیبی و شه سربودی داریم، دو پس این شد یک نزدیک‌تر میشید. بعد از اون چیز نزدیک که شد آماده باش، الان یکم با تأخیر داریم، یعنی آماده باش حتی شده نگه داری خوده. من توی این فیلم با اینکه فیلم سختی به لحاظ اجرا بود و به لحاظ تولیدی، اما به شکل خیلی بامزه‌ای برخلاف تصورمون که فکر میکردیم خب شرایط تولیدی این فیلم ما رو به درد سر بندازه که البته سخت بود، آب و هوا تبدیل به مهمترین چالش ما شد در زمان فیلم برداری و به طرز بامزه‌ای تو اون تایمی که ما کار میکردیم، خب بهار بود و به حال نامتعادل بود هوا، ولی به طرز عجیبی به گفته چند تا بچه های گروه فیلم برداری که تجربه زیادی هم دارن، تا حالا این مدل تغییر آب و هوا توی یک روز رو ندیده بودن. یعنی ما می اومدیم در واقع ست رو می چیدیم مثلا برای ابر، هوای ابری، چون داشتیم توی فیلم نامه در واقع هم ابر داشتیم هم آفتاب هم باران، و تا می خواستیم شروع کنیم یهو جوری آفتاب می شد که انگار اصلا هیچ لکه ابری هیچ وقت توی این آسمون نبوده، و خب باز ما میومدیم ستو میچیدیم برای آفتاب و یهو آسمون سیاه میشد واقعا در کس، مثلا شاید در یه تایم مثلا کوتاه 5 دقیقه 6 دقیقه آسمون سیاه میشد و خیلی اذیتمون کرد این بخش. یعنی جوری که ما توی چند روز فکر کنم مثلا یه تایم خیلی 4-5 روز یه تایم خیلی کوتاهی گرفتیم، انرژی بچه ها رو به شدت گرفته بود و واقعا هم نمیشد کاریش کرد، یعنی برای که داخلی هم نداشتیم بگیریم مجبور بودیم که اونجوری پیش بریم. کار آره یه ساختار کلاسیکه، قصه به سه خطیه و از این منظر بیشباهت به کار قبلی نیست واقعا، برای اینکه اعتقادم اینه، من خودم خیلی اعتقادی به در واقع این پرش‌های زمانی تو داستان اینا ندارم و سلیقه‌م هم نیست و تمام تلاشم اینه که قصه رو خیلی سرراست به لحاظ چیز دارم میگم و روایی سرراست قصه رو بگیم و پیچیدگی ها توی حالا مسیر داستان باشه، نه با جا به جا کردن های حالا روایی و زمان به هم ریختن و اینا، نه ساختارش ساختار کلاسیکه و قصه به سه خطی. ببینید از اونجایی که من متاسفانه یا خوشبختانه آدم به شدت به شکل وسواسگونه ایدالیست هستم توی کار، برای همین خب همیشه بعد اینکه فیلمو میسازم یه چیزای کمه، یعنی همیشه فکر میکنم که خب کاش این کارو میکردم و به خاطر همین فکر میکنم اصلا من هیچ وقت نمیتونم این جوابو صادقانه بدم که چقدر رسیدم بهش، برای اینکه ممکنه واقعا هم رسیده باشم به اون چیزی که میخوام، اما تو مسیر دوباره بگم که خب کاش اینم بود کاش اونم بود، اما واقعا شرایط تولیدی که تهیه کننده کار فراهم کرد از حق و انصاف نگذریم خیلی خیلی عالی بود، به گواه
تقریبا همه عوامل فیلم، ما فیلم رو در شرایط بسیار خوبی ساختیم و این شانس من بود که تونستم با تهیه کننده کار کنم که میفهمید این قضیه رو و از این جنبه خداوکیلی کم نداشتیم. اما کم و کسری هایی که میگم مربوط میشه به بخش حالا این آرمانگرایی که خودم دارم، خب همیشه هست. نه هیچ وقت فکر میکنم هیچ وقت تا آخر عمرم فیلمی که میسازم در نهایت اون ایدئالی نباشه که از روز اول منظورم بود. همیشه یه چیزایی کمه. باز این هم از متن میاد برای من همیشه. یعنی فیلم نامه به من میگه که با توجه به کاراکتری که توش هست سراغ چه بازیگری برم. به خاطر همین خب انتخاب این بازیگران واقعا بر اساس متن بود، بر اساس توانایی‌های اون بازیگران. البته که در نگاه اول شاید یه خورده انتخابای پر ریسکی بوده، اما در نهایت از این انتخابا راضیم و فکر میکنم مخاطب هم در واقع بتونه باشون ارتباط برقرار کنه در قالب شخصیتایی که توی فیلم هست. ببینید به صورت ویژه اونجوری نه، اما خب بازیگرهایی هستن که نقشای کوتاهی دارن، اما تمام تلاششون رو کردن که در همون نقشای کوتاه هم باورپذیر و درست باشن و ما هم این تلاش رو کردیم. فکر میکنم مجموعه بازیای در واقع حالا این تیف از بازیگر رو توی فیلم و همون چهره های تازه، عکس سکانسی دو سه پلانی، اینا در مجموع فکر میکنم که در اومده باشه و خودم راضیم ازشون. واقعا فقط کنجکاوم که خودم ببینم که ارتباط مخاطب با این فیلم چجوریه، چون برای من تجربه تازه‌ای بود این فیلم، تجربه خیلی متفاوتی بود و البته دوست داشتنی. ما که لذتش رو تو پروسه ساخت بردیم، حالا الان کنجکاوم که ببینم آیا بیننده هم موقع دیدن فیلم لذت می‌بره. با کسی حرف نمی‌زد اصلا، سرش تو کار خودش بود همش. فکر نمی‌کردم خجالتی باشی. شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب صفحه دید آرت رو دنبال کنید. مصاحبه های اختصاصی با هنرمندان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما.